سلام، امروز هم در خدمت شما هستم با یکی دیگه از برنامه‌های آموزشی شرکت مهاجرتی اینکیوبیت. ممنون میشم که امروز هم منو همراهی بفرمایید اگر که برنامه امروز مناسب شرایط شما هست. در برنامه امروز میخوام براتون توضیح بدم در مورد پروسه شهروندی کانادا، یعنی چه پروسه‌ای داره، چه روندی وجود داره وقتی که شما به عنوان فرد مهاجر یا هر فردی میخواین درخواست گرفتن پاسپورت و درخواست شهروندی رو به دولت کانادا اعلام بفرمایید. توضیحات خودم رو اینطوری براتون شروع میکنم که قانون ملیت یا شهروندی کانادا مشخص میکنه که چه افرادی واجد و شرایط گرفتن پاسپورتن، چه افرادی میتونن شهروند کانادایی بشن. داشتن ملیت کانادایی برای 3 از دسته از افراد ممکن و قابل امکان داره. اول اینکه افرادی که در کانادا، در خاک کانادا مسلما به دنیا اومدن. دسته دوم افرادی هستن که فرزند واقعی یا فرزند خوانده والدینی هستن که اون والدین پاسپورت کانادایی دارن، یعنی که شهروند کانادایین. و دسته سوم افرادی هستن که اقامت دائم کانادا رو دارن، یعنی که داشتن طبق یه زمان خاص و مشخص در داخل کانادا موندن و زندگی کردن و حالا واجد و شرایط شدن که بتونن درخواست اقامت و درخواست شهروندی خودشون رو به دولت کانادا اعلام کنن. پس این دسته از افراد واجد و شرایط هستن که درخواست واجد و شرایط شماره اول هستن، یعنی شرایط ابتدایی و اول رو دارن که بتونن درخواست بدن که پاسپورت کانادایی رو دریافت کنن. افرادی که اقامت دائم کانادا رو دارن برای شهروندی لازمه که شرایط دیگه‌ای رو هم داشته باشن. دیرتر براتون توضیح میدم. حالا چه محاسنی داره اگر که شما به عنوان یک فرد شهروند کانادایی بشین یا اینکه پاسپورت کانادایی خودتون رو بتونید دریافت کنید؟ اول از همه اینکه شما آزادی پیدا میکنید برای سفر. یعنی چی؟ در سال 2014 مشخص شده که با داشتن شهروندی کانادایی یا داشتن پاسپورت کانادایی، یعنی که اینجوری بتونم براتون توضیح بدم که پاسپورت کانادایی این ارزشا رو داره. شما با داشتن این پاسپورت میتونید به 173 کشور دنیا بدون ویزا سفر کنید. کشور کانادا در حال حاضر رتبه دومو داره جز کشورهایی که میتونن به 173 نقطه مختلف دنیا سفر کنن بدون که بخوان نیاز داشته باشن درخواست ویزا رو بدن داشته باشن. همینطور حقوق و مسئولیت‌های شهروند بودن کانادا به شرح زیره. یعنی چی؟ یعنی که شما به عنوان شهروند حقوق و مسئولیت‌های زیرو دارین. اول اینکه و این حقوق و مسئولیت‌ها رو CIC یا اداره مهاجرت و شهروندی کانادا اعلام کرده. اولا اینکه شما قانون حقوق بشر کانادا شاملتون میشه. دومی که شما حق رأی دارید اگر که 18 سال به بالا باشین. در حالی که این در صورتیه که شما بیشتر از 5 سال غائب نبوده باشین در کشور کانادا و در اون کشور اقامت داشته بوده باشین و زندگی کرده باشین. مورد بعدی اینه که شما پاسپورت کانادایی مسلما داشته باشین. مورد بعدی اینه که از کانادا اخراج نشده باشه. این قانون برای افرادیه که متولد کانادا نیستن. مورد ششم یا مورد بعدی این هست که توانایی کار رو برای دولت فدرال داشته باشه. و مورد بعدی اجازه داشته باشین که در خارج از کانادا هم کار کنید و همینطور کار کنید و بتونید برگردین به کانادا. و مورد آخر این هست که شهروند کانادایی هستن، پاسپورت کانادایی دارن، افرادی هستن که میتونن به فرزندان خودشون هم این پاسپورت رو انتقال بدن. پس اینا شد حقوق افراد کانادایی. یعنی که اگر شما کانادایی هستین یا شهروند کانادایی هستین یا اینکه پاسپورت کانادایی دارین، این حقوقی که توضیح دادم شامل شما هم میشه. مورد بعدی که میخوام براتون توضیح بدم این هست که شهروندان کانادایی مسئولن در قبال اینکه اطلاعات از قوانین کانادا داشته باشن، در انتخابات این کشور شرکت بفرمان، مسئول خودشون و خانوادهشون هستن، اینکه به افراد در اجتماع کمک و یاری برسونن، مراقب و نگهدار محیط کانادا باشن و اینکه احترام بذارن به حقوق و آزادی دیگران. مورد بعدی که میخوام براتون توضیح بدم در مورد مشخص کردن این هست که آیا شما واجد و شرایط گرفتن پاسپورت کانادایی یا اینکه شهروند شدن هستین. شما باید شرایط زیرو داشته باشین. اولا اینکه باید به سن مناسب رسیده باشین. باید وضعیت اقامتتون مشخص باشه، وضعیت اقامت دائم داشته باشین. باید به اندازه لازم و طبق قوانین در کانادا زندگی کرده باشین. اگر که اقامت دائم داشتین و بعد از اون میخواین شهروند بشین. مورد بعدی این هست که فرم‌های
عملیاتی رو در گذشته خودتون پر کرده باشین. مورد بعدی این هست که تمایل داشته باشین در کشور کانادا به زندگی خودتون ادامه بدین. و مورد بعدی این هست که مهارت داشتن زبان داشته باشین. حالا قبلا در برنامه‌های بعدی براتون بهتون دانش عمومی دادم، دانش کلی دادم که کانادا دو تا زبان رسمی داره. یک زبان فرانسه، یکی زبان انگلیسی. وقتی که می‌خواید در کانادا زندگی کنید، باید یک از این دو تا مهارت رو داشته باشین. یعنی اینکه باید بتونید به زبان انگلیسی یا به زبان فرانسه بتونید صحبت بفهمید. مورد بعدی این هست که چقدر کشور رو میشناسین. و مورد آخر این هست که ممنوعیتی نداشته باشین. با توجه به تغییراتی که توسط اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در مورد وضعیت شهروندی این کشور صورت گرفته، اگر شما عضو ارتش کانادا باشین، پروسه و روند گرفتن پاسپورتتون یا شهروند شدنتون سریع‌تره. و اینکه بستگی به این گرفتن پاسپورت شما به این بستگی داره که چه مدتی در ارتش بودین، نه اینکه چه مدت در خاک کانادا زندگی کردین. یه ذره این روند فرق داره واسه افرادی که در ارتش هستن تا افرادی که در کانادا اقامت داشتن و زندگی میکردن. افرادی که عضو ارتش خارجی هستن نیاز ندارن که اقامت دائم کانادا رو داشته باشن. حالا من اینجا توضیحات کلی رو بهتون میدم. میدونم که هر فردی شرایط خاص منحصر به فرد خودشو داره. من توضیحات جامع و خدمت شما میگم، توی ذهنتون لطفاً بسپارین. اگر که واجد و شرایط هر کدوم از اینها هستین، همکاران من اینجا در اختیار دوست دارن که بتونن به شما کمک های بیشتری در زمینه مشاوره انجام بدن. مورد بعدی برای ورود و شرط شدن شما برای اینکه بتونید واسه شهروندی خودتون گرفتن پاسپورتتون درخواست بدین این هست که از نظر شرط سنی شما باید حداقل 18 سال سن رو داشته باشین. بچه های زیر 18 سال باید والد بچه، والد خود بچه یا والدین واقعیش باشن، یا که فرزند خونده اون بچه فرزند خونده اون والدین باشه که بتونن پاسپورت رو بگیرن. همچنین فرزندی که میخوان براش اپلای کنن برای شهروندی، حتما در ابتدا باید اگه در کانادا به دنیا نیومده، حتما باید اقامت دائم کانادا رو داشته باشه. و مورد بعدی این هست که یکی از والدین فرزندخوانده یا فرزند واقعی هم باید حتما پاسپورت کانادایی داشته باشن، یعنی که شهروند کانادایی داشته باشن. مورد بعدی که میخوام براتون توضیح بدم در مورد داشتن وضعیت اقامت دائمه. اینطور شروع میکنم که شما باید کارت پی آر، یعنی که کارت داشتن اقامت دائم کانادا را داشته باشین. و اینکه این کارت اقامت شما هیچ گونه شرطی نباید داشته باشه. در بعضی از موارد وقتی دولت کانادا به افراد کارت اقامت دائم میده، اون کارت یه شرط داره که اگر که عضو اون شرط هستین نمیتونید واسه شهروندی اقدام بفرمایید. وقتی میتونید واسه شهروندی اقدام کنید که اون شرط از کارت پی آرتون برداشته شده باشه. سه تا مورد باید اینجا براتون توضیح بدم. اولا اینکه نباید وضعیت اقامت شما وقتی که میخواین واسه شهروندی درخواست کنید مورد تجدید نظر قرار گرفته باشه، یا به دلایل دروغ یا به دلایلی که اشتباه یا هر چیزی جز حقیقت در پرونده شما وجود داشته بوده. مورد بعدی این هست که نباید کارت اقامت شما عزل شده باشه، یا اینکه ازتون گرفته شده باشه به دلایل مثلا به دلیل ترک کانادا یا به هر دلیل موجه و غیر موجه دیگه. باید هر شرط دیگه‌ای رو که مربوط به وضعیت اقامت در کانادا هست رو شما داشته بوده باشین. اگر کارت اقامتتون هم باطل شده، میتونید برای شهروندی درخواست بدین و باید موقعی که واسه شهروندی شما رو میخوان که پروسه‌اش رو طی کنید، یعنی که باید کارت اقامتتون از نو شده باشه، دوباره جد تمدید شده باشه، یعنی که میتونید کارت باطل شده خودتون رو با خودتون همراه ببرید. مورد بعدی که براتون توضیح بدم در این مورد هست که مدت زمانی که باید در کانادا زندگی کنید چقدره. برای اینکه بتونید درخواست شهروندی خودتون رو به دولت کانادا اعلام کنید، باید نزدیک به 1460 روز از بین 6 سال در کانادا حضور فیزیکی داشته بوده باشین و در کانادا زندگی کرده باشین. همچنین باید در هر سال 183 روز رو زندگی کرده باشین. توضیح دیگه که میتونم اینجا براتون بدم که شاید بهتر متوجه بشین این هست که باید در 6 سال 4 سال در کانادا زندگی کردین. توی اون 4 سال هر سالشو باید 183 روز که تقریبا معادل 6 ماه هست رو باید در کانادا زندگی کرده باشین. در مورد بچه های این و این مورد که چه سالها، چه روزها و چه سالهایی را در 6 سال و چه روزهایی را در 1 سال باید در کانادا زندگی کرده باشین، شامل بچه های زیر 18 سال این قانون نمیشه.
مورد استثنایی در این مورد وجود داره واسه افرادی که عضو خانواده انگلستان هستن یا اینکه کارمند رسمی خانواده سلطنتی هستن. وقتی که برای شهروند واسه اونا زمان شمرده نمیشه واسه که بخوان شهروند کانادایی بشن. همچنین وقتی که میخواین برای شهروندی کانادا درخواست خودتون رو اعلام بفرمایید، قبل از درخواست شهروندی باید فرم‌های مالیاتی خودتون رو تا 4 سال گذشته پر کرده باشین. دوباره براتون توضیح میدم، یعنی که اگر که امروز میخواین برای شهروندی خودتون درخواستتون رو اعلام بفرمایید به دولت کانادا، باید 4 سال قبل رو تا به امروز رو فرم‌های مالیاتیتون رو حتما پر کرده باشین. مورد بعدی در مورد تمایل به اقامته. این مورد خیلی برای دولت کانادا اهمیت داره که بتونید ثابت کنید که دوست دارین و مشتاقین و قصد دارین که در کانادا هم در آینده زندگی بفرمایید. باید نشون بدین که باید در پرونده شهروندی خودتون که وقتی که به پروسه گذاشته میشه در روند قرار میگیره، باید بتونید توضیح بدین یا بتونید ثابت بفرمایید که دوست دارین و مشتاقین در کانادا زندگی کنید. و اینکه اگه در خارج از کانادا زندگی کردین، اگه مورد خاصی بوده باید توضیح بدین. اگه عضو خانواده سلطنتی انگلستان بودین موردی نداره. دیگه اینکه براتون توضیح بدم، اگر که در داخل و خارج از کانادا زندگی، وقتی که کارت شهروندی خودتون رو میگیرین، یعنی که کارت نه پاسپورت شهروندی، پاسپورت خودتون یا شهروندی خودتون رو میگیرین، اون موقع ممکن هست که اگر که زیر قوانین و حقوق کانادایی زندگی کنید، میتونید خاک کانادا رو ترک کنید. مورد بعدی در مورد توانایی زبان باید براتون توضیح بدم. کشور کانادا توضیح دادم و دوباره توضیح میدم که 2 زبان رسمی داره. یک زبان فرانسه، دومی زبان انگلیسی. باید بتونید ثابت کنید که یکی از این 2 زبان دانش کافی دارین. باید بتونید ثابت کنید که توانایی صحبت کردن، ارتباط گرفتن و مکالمه عادی رو دارین. باید بتونید گرامر ابتدایی رو رعایت کنید، از کلمات مناسب استفاده کنید. باید بتونید دستور عملهای ساده در مورد سالها، نشانه های خیابون، اینا رو بتونید رعایت کنید. اگر بین 14 تا 64 سال سن دارید، باید مدرکی ارائه بدین که مسلط هستین به زبان فرانسه یا انگلیسی. همینطور ممکنه که از شما خواهش کنن که در مصاحبه شرکت کنید. توی مصاحبه شما برای ارزیابی میشین که چه میزان تسلط دارین به زبان انگلیسی یا به زبان فرانسه، یعنی که چقدر میتونید ارتباط بگیرید. افسر مهاجرت این توانایی و این توانایی شما رو، اسکیل شما رو برآورد میکنه که شما چقدر میتونید ارتباط بگیرید و چقدر میتونید صحبت کنید. مورد بعدی در مورد این هست که در وقتی میخواین واسه شهروندی کانادا گرفتن پاسپورت درخواست خودتون اعلام کنید، این هست که چقدر اطلاعات دارین در مورد کل جامعه کانادا و کل کشور کانادا. شما در این زمینه برآورد میشین. مورد بعدی که میخوام براتون توضیح بدم در این مورد هست که به چه اندازه شما باید بتونید ثابت کنید که کانادا رو میشناسید. یعنی چی؟ یعنی وقتی که واسه شهروندی کانادا یا واسه گرفتن پاسپورت کانادایی درخواست خودتون رو اعلام میفرمایید، یکی از موارد دیگه این هست که توضیح بدین چقدر کشور کانادا رو میشناسید و چقدر نسبت به این کشور اطلاعات دارین. مورد اول زیر مجموعه این مورد این هست که باید در مورد تاریخ کانادا، ارزش‌های کانادا، مؤسسه‌های کانادا و سمبل‌های کانادا اطلاع داشته باشین. باید بتونید به یکی از زبان‌های رسمی کانادا که فرانسه یا انگلیسی هست بتونید صحبت بفرمایید. اگر شما بین 14 تا 64 سال سن دارید و برای شهروندی خودتون می‌خواید درخواست خودتون رو اعلام بفرمایید، امتحان شما به 2 طریق گرفته میشه. در اکثر موارد به روش نوشتاریه و افسر مهاجرت از شما میخواد که امتحان کتبی بدین. اگر که در اون امتحان به هر دلیلی قبول نشدین یا حتی اگر که قبول بشین، ممکنه بستگی به نظر افسر از شما بخواد که امتحان شفاهی هم بخواد از شما بگیره. در این موارد معمولا افسر مهاجرت میخواد که میزان دانش و زبان شما رو امتحان کنه و ببینه که شما چقدر مسلط هستین به زبان فرانسه یا انگلیسی که اعلام کردین مسلطین و اینکه چقدر میتونید ارتباط بگیرین. در مورد اینکه امتحان شما از چه مواردیه، به شما یه کپی به شما میدن، یه سری داکیومنت، یه سری مدارک برای شما میفرستن که در مورد حقوق و مسئولیت‌های فرد به عنوان شهروند کانادا است. وقتی واسه شهروندی خودتون درخواست میدین، دولت کانادا یه نسخه از اون رو برای شما میفرسته که بتونید اون رو مطالعه بفرمایید و نگران نباشید، چون که تمام سوالات امتحانی از داخل همون نسخه که اداره مهاجرت و شهروندی کانادا براتون میفرسته
گرفته میشه و سوالات از طریق اون مدرک و اون داکیومنت واسه شما طرح میشه. مورد بعدی در مورد افرادی هست که ممنوعیت دارن. یعنی چی؟ یعنی نمیتونن واسه شهروندی درخواست خودشون رو اعلام بفرمان. اگر شما مرتکب جرمی خارج از کانادا شدین نمیتونید برای شهروندی درخواست بگین. یعنی چی؟ براتون واضح تر توضیح میدم. سه تا مورد داره. اولا که اگر در زندان هستین یا آزادی مشروط دارین یا به صورت مشروط در کانادا زندگی میکنید، نمیتونید برای شهروندی درخواست بدین. اگر محکوم به جرم قابل تعقیب شدین، اگر شارژ شدین، محاکمه شدین و درخواست تجدید نظر دادین یا جرم شما قابل مورد تعقیب اعلام شده و شما مرتکب جرمی شدین چه در داخل کانادا چه در خارج کانادا، این سه تا مورد موردی بود که باعث میشه که شما واجد و شرایط درخواست کردن برای شهروندی یا گرفتن پاسپورت کانادایی نشین. مورد بعدی که میخوام براتون توضیح بدم این هست که چجوری میتونید تخمین بزنید زمانی رو که برای شهروندی خودتون درخواست میدید. درخواست های شهروندی که در 11 جون سال 2015 اعلام شده، در اون زمان قبلش اعلام شده بود، در تاریخ 11 جون 2015 بروز شده. تمام متقاضیان بعد از این تاریخ باید فرم تأخیر رو هم لطف بفرمایند پر کنند. یعنی اینکه چی؟ یعنی که یه سری در 8 اپریل 2015، یه سری در 11 جون 2015 تاریخ ها بروز شده. بخوام یه مثال براتون بزنم، افرادی که در اول اپریل سال 2015 یا پس از این تاریخ درخواست شهروندی دادن، ظرف یک سال یا حداکثر یک سال یا کمتر به اونا پاسخ داده میشه و افرادی که قبل از اول اپریل سال 2015 درخواستشون رو دادن تا 31 مارس 2016 یا قبل از اون به اونا پاسخ داده میشه. نکته این که این جدول بر اساس 80% افرادی هست که درخواست شهروندی دادن و این آمار مال اداره مهاجرت و شهروندی کانادا است. نکته این که متقاضیان میتونن در تاریخ 31 مارس 2016 یا 24 ماه بعد از ارائه درخواست خودشون به طور کلی تکرار میکنم، هر فرد ممکنه شرایط متفاوت خودش رو داشته باشه، به طور کلی این جنرال میتونن منتظر جواب خودشون باشن. اگر درخواست شما عادی و روتین نباشه و مدت زمان پروسه شما ممکنه طولانی تر باشه. یعنی چی؟ که بعضیا پرسشنامه میخوره، از بعضیا بیشتر سوال میپرسن، بعضیا مدارکشون کامل نیست بهشون برگشت میدن یا اینکه بهشون ایمیل میزنن که مدارکشون رو کامل کنن. پس من اینجا هر توضیحاتی میدم به صورت کلی دارم میگم، بعدا هم شرایط روتین و شرایط عادی رو در نظر میگیرم. مورد بعد این هست که بعد از اینکه درخواست شهروندی خودتون رو اعلام میکنید، قدم بعدیتون چیه؟ زمانی که اداره شهروندی و مهاجرت کانادا شروع میکنه پرونده شما رو به پروسه بذاره، به شما اطلاع میده، براتون ایمیل میزنه. همینطور دومین اطلاع رو وقتی به شما میده که میخواد برای شما که میخواد زمان محاسبه مصاحبه شما رو، معذرت میخوام، میخواد زمان مصاحبه شما رو تعیین کنه، بنابراین با شما در تماس از طریق ایمیل، یا اینکه اگه مدارکتون کافی بوده یا نبوده بهتون ایمیل میزنه و واسهتون توضیح میده. همچنین کپی وقتی که شما کوالیفای شدین، واجد شرایط گرفتن شهروندی شدین، یه کپی قبلا براتون توضیح دادم، یه کپی از راهنمای حقوق و مسئولیت‌های کانادا که بهش میگن کشف کانادا برای شما میفرسته که اونو مطالعه بفرمایید برای امتحان شهروندیتون، که این برای افرادی هست که بین 14 تا 64 سال دارن. مورد بعدی که باید براتون توضیح بدم وقتی که میخواین برای شهروندی کانادا برای گرفتن پاسپورت کانادایی درخواست خودتون رو اعلام بفرمایید اینه که چجوری برای امتحان آماده میشید. اگر بین 14 تا 64 سال سن دارین، زمانی که میخواین درخواست شهروندی بدین، باید امتحان شهروندی رو هم لطف بفرمایید امتحان رو بدین. تمام سوالات بر اساس همون نسخه کشف کانادا است که براتون میفرزن که بتونید از عهده امتحان بر بیاین. اگه دقیق مطالب رو مطالعه کنید از عهده امتحان میتونید بر بیاین. CIC یا اداره مهاجرت و شهروندی کانادا مدارک لازم رو براتون میفرسته، با شما هزینه امتحان رو لطف کنید پرداخت بفرمایید، تاریخ و روز امتحان رو تا اداره مهاجرت و شهروندی کانادا بتونه تاریخ و روز امتحان رو برای شما تعیین کنه، براتون میفرسته و بهتون توضیح میده، براتون ارسال میکنه که شما چه روزی روز امتحانتون رو. اگر نمیتونید اون روز شرکت کنید، میتونید باهاشون مکاتبه کنید تا یه روز دیگه رو براتون
در نظر بگیرن. بعد از امتحان ممکن است شما خواهش بشه، درخواست کنن که با افسر مهاجرت هم یه مصاحبه داشته باشین. و اینکه اگر که خودتون میخواین درخواست امتحان اعلام کنید که مدارکتون داخل پاکت میذارید برای دارین مهاجرت و شهروندی کانادا ارسال میکنید. اگر خودتون به همراه خانواده خودتون میخواین که چند نفر هستین و میخواین درخواست شهروندی بدین، مدارک خودتون و تمام خانوادهتون رو در یک پاکت کافیه که بذارین و اون رو واسه دارین شهروندی کانادا ارسال بفرمایید. مورد بعدی در مورد بسته شدن و یا رد شدن درخواستتونه. یعنی چی؟ اداره مهاجرت و شهروندی کانادا یا CIC درخواست شما رو ممکنه رد کنه اگر که مدارکتون رو ارسال نکنید. اگر برای امتحان شهروندی کانادا حاضر نشوید و اینکه بعد از امتحان هم توضیح ندین که چرا حاضر نشدین برای امتحان. اگر که در جلسه بعد از امتحان یه جلسه دیگه هست، جلسه سوگند اسمشه، اگر که در اون جلسه حاضر نشین، در این موارد اگر که یکی از اینها رو داشته باشین، دولت میتونه درخواست شهروندی شما رو رد کنه. حتما اگر که نتونستین در هر کدوم از این مراسم شرکت کنید، لطف بفرمایید با اداره مهاجرت کانادا تماس بگیرید تا که به اونها اطلاع بدین که چرا، براشون توضیح بدین که چرا نتونستین شرکت کنید در اون برنامه‌ای که بوده. مورد بعدی در مورد پرسیدن سوالاتی در مورد درخواست شماست. یعنی که CIC اداره مهاجرت و شهروندی کانادا شما تنها در صورتی میتونید به این اداره تماس بگیرید که آدرستون رو اگر عوض کنید، اگر میخواهید بیشتر از 2 هفته کشور کانادا رو ترک کنید، اگر که مرتکب جرمی شدین، اگر که فکر میکنید موقعی پروندهتون شده یا از زمان پروندهتون گذشته و هنوز جوابی دریافت نکردین. فقط در این موارد میتونید، اگر که موقع پروندهتون شده و سوالی دارین با اداره مهاجرت و شهروندی کانادا تماس بگیرید. و قبل از اینکه در مورد وضعیت پروندهتون سوال بکنید از دولت کانادا، لطفاً مطمئن بشین که اجازه دارین که برای شهروندی درخواست بدین. و دوم اینکه باید رسید خودتون رو و تمام مدارکتون رو آماده داشته باشین که وقتی با اونا ماست میگین، اگر سوالی ازتون پرسیدن بتونید سوال رو جواب بدید. همچنین اداره مهاجرت و شهروندی کانادا با شما تماس میگیره اگر که احساس کنه و فکر کنه که نیاز داره که اطلاعات بیشتری در مورد شما داشته باشه. فکر کنه مثلا یه جای پروندهتون کامل نیست، تاریخ و زمان محاسبه رو هم براتون تعیین میکنن، نیاز به نگرانی نیست و بر اساس قانون خصوصی دولت یا قانون اختصاصی دولت کانادا اداره مهاجرت و شهروندی کانادا اونها هیچ اطلاعی در مورد پرونده شما به هیچ فردی نمیدن، قانونی نیست، مگر اینکه شما از قبل رضایت داده باشین و این رو اعلام کرده باشین. مورد بعدی در مورد مشخص کردن داشتن شرایط تا زمان گرفتن سوگنده. یعنی چی؟ براتون توضیح دادم که بعد از اینکه امتحانتون رو میدین، حالا چه امتحان نوشتاری، امتحان کتبی، چه مصاحبه یا هر دو، به هر طریق این پروسه که تموم میشه، یه مراسم دیگه وجود داره به اسم مراسم سوگند. اگر نیازمندی ها و یا شرایط لازم برای شهروندی کانادا رو نداشته باشین، نمیتونید برای شهروندی درخواست بدین. باید تمام شایستگی های لازم رو، یعنی که با واجد و شرایط شهروندی باشین اگر که میخواین در نهایت سوگند بخورین. اگر میخواین که نه، وقتی که امتحان میدین باید سوگند بخورین، ولی وقتی که میرسین به اون مرحله که حتما شرایط لازم و کافی رو داشته باشین. بعد از اینکه پرونده شما تصویب شد، به شما اجازه سوگند خوردن اگر وقتی که پرونده شما رو بررسی میکنن، ممکنه به شما اجازه سوگند خوردن ندن در صورتی که وضعیت اقامت دائم خودتون رو از دست داده باشین، یعنی که به طور رسمی از شما خواسته شده باشه که کانادا رو ترک کنید. طبق این اگه این دو تا مورد داشته باشین، به شما اجازه نمیدن که حتی بعد از امتحان کتبی یا مصاحبتون سوگند بخورید. برای امتحان شهروندی توضیح دادم که یه فایل براتون فرستاده میشه که اسمش هست کشف کانادا، که قوانین و حقوق کانادا، حقوقی که کانادا داره و حقوقی که شما و مسئولیتی که شما به عنوان فرد شهروند کانادایی خواهید داشت رو توی اون فایل توضیح دادن. یه فایل چندین صفحه‌ای رو باید لود کنید مطالعه بفرمایید.
چه کسانی باید امتحان بدن؟ افرادی که بین 14 تا 64 سال سن دارن و میخوان برای شهروندی درخواست بدن. شرایط ابتدایی رو باید شرایط ابتدایی شهروندی کانادا رو مسلما داشته باشن. در مورد امتحان شهروندی، این امتحان مشخص میکنه که شما چقدر اطلاعات جامع و کلی در مورد این کشور دارین که میخواین شهروندش بشین. همینطور این امتحان توضیح دادم که دوباره توضیح میدم که باید به صورت نوشتاریه، در بعضی از موارد هم نوشتاریه هم مصاحبه. در بعضی از موارد وقتی که فرد امتحان نوشتاری رو نتونه پاس کنه، نتونه قبول بشه، یه بار دوم ازش امتحان میگیرن. اگه بار دوم نتونه قبول بشه، افسر مهاجرت از اونها درخواست میکنه که امتحان مصاحبه بدن. توی امتحان مصاحبه فردی که درخواست شهروندی کانادا رو داره درخواست میکنن، ازش میخوان مصاحبه بگیرن. چرا؟ چون که میخوان بدونن چقدر مسلطه به زبان انگلیسی یا فرانسه که اعلام کرده به اون زبان مسلطه. یعنی که شما میتونید اعلام کنید که من به زبان فرانسه مسلطم یا زبان فرانسه، زبان انگلیسی یا زبان فرانسه. فقط این دوتا گزینه انتخاب رو دارین در کشور کانادا، چون که این دوتا زبان رسمی کشور کانادا است. اینا توضیحاتم توی پرانتز بود. پس اینکه وقتی که از شما میخوان که مصاحبه بدین، میخوان بدونن که چقدر دانش زبان دارین، چقدر میتونید ارتباط بگیرین، چه جور گرامرتونه و از چه لغاتی میتونید استفاده کنید. و در زمانی که امتحان کتبی خودتون رو می نویسید، از شما این اطلاعات خواسته میشه که توی اون فایل هست. میخوان بدونن که شما در مورد حقوق، آزادی ها و مسئولیت شهروندی کانادا چقدر اطلاعات دارین. میخوان بدونن که در مورد دموکراسی کانادا و مشارکت در جامعه کانادایی چقدر اطلاعات دارین. میخوان بدونن که در مورد سیاست کانادا، تاریخ ارتش کانادا چقدر میدونید. جامعه کانادایی و تاریخ فرهنگی کانادا و سمبل های کانادایی رو چقدر میشناسید. و در مورد کانادا، جغرافیای کانادا، در مورد سیاست های کانادا توقع دارن که شما اطلاعات داشته باشین. اگر CIC یا اداره مهاجرت و شهروندی کانادا از شما درخواست کنه که برای مصاحبه برین، شما باید یک از دو تا زبان رو بلد باشین. بچه‌های اینجا میخوام توضیح بدم که بچه‌هایی که زیر کوچک هستن، زیر سن 14 سال دارن، میتونن والدین یا افرادی که مقیم اونا هستن رو با خودشون ببرن به اون امتحان، ولی والدین نمیتونن به بچه‌ها کمک کنن توی جلسه امتحان، نمیتونن با بچه‌ها صحبت کنن. فقط میتونن بچه‌ها رو از نظر ساپورت کمک کنن، میتونن حمایت کنن بچه‌ها رو. برای آماده شدن برای امتحان، متن کشف کانادا رو مطالعه بفرمایید. تمام سوال‌های امتحان بر اساس همین متن. همچنین میتونید به نمونه سوالاتی هم نگاه بندازین که برای شما فرستاده میشه. زمانی که تاریخ امتحان خودتون رو دریافت میکنید، تاریخ امتحانتون مشخص میشه، براتون فرستاده میشه. اگر که واسه اون امتحان آماده نیستین، میتونید توضیح بدین که چرا براتون تاریخ دیگه‌ای رو مشخص میکنن. گرفتن آزمون چجوری؟ امتحان شما به صورت کتبی یا شفاهیه. افسر اداری مهاجرت و شهروندی مشخص میکنه که امتحان شما به چه صورت خواهد بود. حتی بعضی وقتا ممکنه که از شما امتحان کتبی رو نگیرن، کاملا بستگی به شرایط هر فرد خاص داره. امتحان شهروندی کانادا به صورت شفاهی یا کتبی توسط افسر مهاجرت صورت میگیره. و زمانی که برای امتحان میرین، لطف بفرمایید مدارک زیر رو با خودتون ببرین. دو تا مدرکه، اصل مدارکی رو که برای پرونده خودتون ارسال کرد. اگر پاسپورتی دارین یا مدارکی دارین که با اون سفر کردین در 4 سال گذشته خودتون، اون هم لطف بفرمایید با خودتون ببرید. فرم بعد از امتحان به شما سریعا پاسخ میدن که امتحان رو قبول شدین و یا اینکه نه. اگر امتحان رو قبول شده باشین، تاریخ مراسم سوگند به شما داده میشه، یا بعد از روز امتحانتون بهتون امتحان گفته میشه. در هر شرایط رفتارشون گاهی وقتا متفاوته. به طور معمول مراسم در موارد نرمال و در موارد عادی، مراسم سوگند 6 ماه بعد از امتحان صورت میگیره. و اینکه در اون مراسم به شما گواهی شهروندی میدن. گواهی شهروندی فرق داره با پاسپورت. اگر امتحان کتبی رو قبول نشین ولی شرایط دیگه رو داشته باشین، یک بار دیگه از شما امتحان میگیرن. اگر امتحان دوم هم قبول نشدین، به شما اطلاع میدن که حتما در مصاحبه حضوری باید شرکت کنین. مصاحبه بین 30 تا 90 دقیقه معمولا به طول می انجامه و افسر مهاجرت میخواد میزان دانش و تسلط شما رو به یک از زبانها توضیح بده. من تکرار میکنم که اگر فردی تازه به برنامه ما ملحق شده، بتونه اطلاعات رو بدونه، چون اطلاعات پایه هستن و باید اطلاع در موردشون داشته باشین. آماده شدن برای مراسم شهروندی چجوری؟ مراسم شهروندی آخرین مرحله شهروندیه. آدرس و تاریخ این مراسم، یعنی مراسم سوگند، برای شما ارسال میشه. باید حتما در مراسم سوگند یا قسم خوردن شرکت کنید. اگر میخواین شهروند کانادایی بشین، اگر میخواین مدرک شهروندی خودتون رو دریافت کنید. افراد بالغ
و بچه های بالای 14 سال باید در مراسم شهروندی خودشون شرکت کنن. بچه های زیر 14 سال میتونن با والدین خودشون شرکت کنن، یا اینکه حتی میتونن شرکت نکنن، والدین به جای اونا شرکت کنن. پس تکرار میکنم، بچه های زیر 14 سال والدینشون میتونن به جای اونها در مراسم سوگند شرکت کنن. اگر دوست داشته باشن خودشون هم میتونن در مراسم شرکت کنن، اختیاریه که اونا بچه های زیر 14 سال شرکت کنن یا اینکه نه. مورد بعدی اینه که باید اصل تمام مدارک مهاجرتی خودتون رو با خودتون ببرین که شامل کارت اقامتتون حتی اگه باطل شده، اگر قبل از 28 جون سال 2002 مقیم کانادا شدین یا اینکه به کانادا لندینگ کردین، باید یه فرم اون موقع بوده به اسم فرم IMM-1000، اون فرم رو هم باید با خودتون ببرین. و اگر هم که هم کارتتون باطل شده هم کارت رو دارین و اینکه این فرم رو دارین، همه مدارکتون رو لطف بفرمایید با خودتون ببرین. در مراسم شهروندی اداری مهاجرت و شهروندی کانادا به شما خوش آمد میگن که شما به جامعه کانادایی قبول شدین و به جامعه کانادایی وارد شدین. تمام حقوق و مسئولیت‌های کانادایی شاملتون میشه. قاضی شهروندی معمولاً ریاست این مراسم رو، این سرمونی این مراسم رو به عهده داره و اینکه افراد دیگه هم هستن که با شما سوگند کانادایی شدن رو میخورن. اگر میخواین کتاب مقدسی دارین، به اون علاقه مندین، به اون باور دارین، میتونین کتاب مقدس خودتون رو با خودتون ببرین و به کتاب مقدستون سوگند بخورین. بعد از مراسم شما شهروند کانادایی خواهید شد و گواهی شهروندی به شما میدن. تکرار میکنم که این گواهی شهروندی یه مدرک فرق داره با پاسپورت شما. اون گواهی ثابت میکنه که شما شهروند کانادایی هستین. گواهی شهروندی مدرک مسافرتی نیست. با پاسپورت کانادایی فرق داره. حداقل باید 2 روز کاری بعد از این مراسم سوگند صبر کنید که بتونید دوباره درخواست بدین برای پاسپورت. اینجا باید توضیح براتون بدم. در جامعه کانادا شما هر درخواستی که از دولت دارین با درخواست خودتون رو اعلام کنید به دولت. شهروند می‌خواید بشین با درخواست خودتون رو اعلام کنید. اقامت می‌خواید بگیرین با درخواست خودتون رو اعلام کنید. در سوگند شرکت می‌کنید، گواهی شهروندی رو می‌گیرین، مسلماً بعد می‌خواید پاسپورت بگیرین با دوباره درخواست خودتون رو اعلام کنید. اینجا کسی کار کسی رو انجام نمیده. پس هر درخواستی که دارین باید اعلام بفرمایین به دولت که دولت بدونه که شما چه درخواستی ازش دارین. حالا گواهی شهروندی چیه؟ دوباره توضیح میدم که این گواهی ثابت میکنه شما شهروند کانادایی هستین. اگر متولد داخل کانادا هستین هم باید برای این گواهی درخواست بدین که در اون موارد بتونید ثابت کنید که وقتی که هر بچه‌ای در هر شهر استانی به دنیا میاد یه گواهی از اون استان داره، باید اون گواهی رو هم با خودتون ببرین. هر شهروند کانادایی باید برای گواهی شهروندی درخواست بده لطفاً. والدین از طرف فرزندان زیر 18 سال خودشون میتونن این درخواست رو اعلام کنن. باید درخواست بدین اگر شهروند کانادایی هستین، اگر مدرکی دارین که میتونید ثابت کنین شما شهروندین، اگر که گواهی شما به روزه و مثلا اگر یعنی چی؟ یعنی که اگر اسم خودتون رو یعنی که فامیل خودتون رو تغییر دادین، باید اون گواهی حتما رسمی باشه. اگر مدرکتون رو گم کردین، مثل تاریخ تولدتون، مثل کارت اقامتتون، باید اون رو دوباره بگیرین، به روز داشته باشین، جایگزین مدرک گم شده خودتون مدرکتون شده باشه تا اینکه بتونید درخواست شهروندی بدید. گرفتن گواهی برای افرادی که متولد کانادا هستن به شرح زیره. اونا باید بتونن از استان یا قلمرو یا شهری که به دنیا اومدن یه مدرک داشته باشن که ثابت کنه اونا در کانادا به دنیا اومدن. و مورد آخری که میخوام براتون توضیح بدم این هست که گرفتن گواهی برای افرادی که متولد خارج از کانادا هستن چجوریه. اون افرادی که خارج از کانادا متولد شدن باید والدینشون، یکی از والدینشون افرادی باشن که شهروند کانادایی هستن و پاسپورت کانادایی دارن. اگر مطمئن نیستین، وبسایتی وجود داره که اسمش هست آیا من کانادایی هستم. میتونید اون اپلیکیشن فرم یا اون فایل رو در وبسایت اداره مهاجرت و شهروندی کانادا پر بفرمایید تا اینکه مشخص کنید آیا با شرایط شهروند کانادایی شدن هستین یا اینکه نه. میدونم توضیحات امروزم طولانی بود. امیدوارم که در هر حال از توضیحات امروز من که در مورد پروسه شهروند شدن کانادا بود استفاده کرده باشین. روز خوش، ایام بکام.